این ما نیستیم مهربان ایران. تلویزیون نظام جمهوری اسلامی است، پارلمان نظام جمهوری اسلامی است، خود جمهوری اسلامی است. پس از سالها تحقیق و پژوهش رسما اعلام میکنه که حسن روحانی رئیس جمهور ملاها انگلیسی است، یعنی هویت و پاسپورت و ملیت انگلیسی در اسکاتلند و انگلیس یکی است. خود اینها اینو منتشر کردن پس از سالها تحقیق. ببینید در تحقیقاتی که ما انجام دادیم، یکی از مسئولین بسیار مهم مملکتی تابعیت اسکاتلند، در واقع میشه همون انگلستان، به اسم تحصیل سالها و تابعیت اون کشور رو به دست آوردن. من عرض کردم با من تأسف میخورم که با این پست و مقام به این بالایی و در حد تراز بسیار مهم مملکتی اتهام تابعیتی اسکاتلند دارن. البته تو وزرا، فرزندان وزرا، خانواده وزرا هم ما دو تابعیت of Doctor of Philosophy Hassan Feridun for a thesis entitled The Flexibility of Sharia Islamic Law with Reference to the Iranian Experience. اما از روز نخستی که یعنی انتصاب شد حسن روحانی، ما نوشتیم، بزنین جیمز باند حسن روحانی توی گوگل پیدا میکنید، ما نوشتیم که این حسن روحانی جیمز بانده نظام جمهوری اسلامی. جیمز باند مأمور شماره 7 دولت بریتانیا بود که عملیات سری رو خارج از کشور انجام میداد. بعد بر اساس زندگی اون آقای جیمز باند که 2 سال پیش فوت کرد، شون کانری، روجر مور و دیگران فیلم های بازی کردن به نام جیمز باند. یعنی جیمز باند حضور داشت. پیش از این در خود داخل کشور ما انگلیس ها سرباز پیاده میکردن و فرماندهانشون میمدن، شخصیت های بزرگی مثل رضا شاه رو از مملکت بیرون میکردن. چه میکردن؟ بعدها به این نتیجه رسیدن که تشکیلات زمان روحانیت، تشکیلات فراماسونری خود انگلیسی در داخل کشور و اینها رو کنترل کنن مملکت رو. ولی الان شما ببینید با این روحانیت وقاحت رو به حد رسوندن که رئیس جمهوری رو میذارن که انگلیسی هستن، اصلا هویت انگلیسی داره. از این افسانه زیاده توی تاریخ که ببینید اینها، برای همینی که نه باز نه ما نه خود شخصیت های نظام جمهوری اسلامی همشون میگن که حسن روحانی ضد منافع ملی و محلی ایران کار کرده و داره میکنه و ایران رو به نابودی بیشتر رسوند، وضع دلار، وضع جیب مردم و غیره، و اینکه بنزین رو ببره بالا. چرا؟ چون باید بنزین در نرخی باشه که انگلیس تعیین میکنه در سطح جهانی، نمیتونه ملت ایران چیز ارزون داشته باشه، بخاطر همین شعار انداختن چون داشت به مردم میرسید. در نخستین انتخاباتی که در ایران برگزار شد برای ریاست جمهوری 40 سال پیش، جلال الدین فارسی از حزب جمهوری اسلامی نامزد ریاست جمهوری شده بود. ایشون چون زاده هرات و افغانستان بود، ما با تهران تماس گرفتیم، به پسر خمینی این گفتیم، خود خمینی شخصا تلفن کرد، پسرش صحبت کرد با علی تهرانی، استاد علی تهرانی مأموریت داد که بره اداره ثبت احوال اینو چک کنه. من باش رفتم اداره ثبت احوال، ایشون دفتر ثبت احوال رو برداشت، اومدیم با هواپیما سوارش کنیم بفرستیمش تهران. جا نبود، من از خلبان خواهش کردم، گذاشتش تو کابین خلبان. استاد علی تهرانی رفت تهران، وقتی که خمینی دید واقعا ایشون زاده افغانستانه، گفت اصلا در انتخابات شرکت نکنه، در انتخابات شرکت نکنه. حالا یارو انگلیسی رئیس جمهور شده تو ایران. مهربان یاران، امروز بر هیچ کس دیگه حرجی نمونده که هر چه دارید بزنید که اینها از این سرزمین گمشن، دورشن و برون. و اگر غیرتی هست بین همه اونهایی که تفنگ دستشونه، قدرتی در جای دارن، بایستی کاری بکنن که این حرامی ها که دیگه رسما هویت خارجی دارن از صفحه روزگار ایران اهورایی سربلند 7000 ساله بیان بیرون. 21 دسامبر جشن هانوکه، 21 دسامبر جشن یلدا شب چله، 25 دسامبر جشن نوئل کریسمس. بر همه شما شاد باد. با بزومش.